بر شما عزیزان گرامی در این گزارش به در رویداد مهم و جدید در افغانستان می پردازیم. در نخست سرخط خبرها پیشرفت 52 درصد ساخت بند بخشاباد در فراه توسط طالبان هیئت ایرانی برای مذاکره درباره انتقال زندانیان به کابل سفر کرد کارزار طالبان در لغمان برای جلوگیری از حمل سلا و تردد موترهای شیش کمک سه میلیون یوروی فرانسه برای بهبود تغذیه مادران و کودکان در افغانستان. مرگ نو موتاد به مواد مخدر در ولایت نیمروز. از سرگیری بورسی تحصیلی چیونینگ برتانیا برای دانشجویان افغانستانی. هشدار پاکستان به طالبان برای اقدام علیه گروه های تروریستی. برگزاری نهمین جشنواره گل زعفران در هرات شلاق زدن یازده نفر در ملای عام توسط طالبان در ننگرهار تلاش افغانستان برای دسترسی به بازارهای جهانی برای صادرات زعفران کار ساخت بند بخش آباد در ولایت فراه به گفته مقامات طالبان تا 52 درصد پیش رفت داشته است این پروژه بزرگ که با هزینه 430 میلیون دلار در حال اجرا است در صورت تکمیل میتواند تواند 1360 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کرده و 27 مگاوات برق را طور تولید کند و گفته این مقامات این بند روی رودخانه فرارود ساخته می شوند و با بهره برداری از آن حدود 100 هزار هکتار زمین کشاورزی آبیاری خواهند شد. والی طالبان در فرا از روند ساخت این بند بازدید کرده است و بر تسریع کار تاکید کرده است شرکت پیمانکار هم اعلام کرده است که ساخت تونل های این پروژه در حال اتمام است و تلاش می شود این بخش به تکمیل شوند یک هیئت از وزارت عدلیه ای ایران برای مذاکره درباره انتقال زندانیان افغانستانی به کابل سفر کرده است این اقدام بخش از توافقنامه ای است که بین دو کشور در سال 1385 خورشیدی امضا شده است. طبق این توافقنامه زندانیان افغانستانی که به جرایم مانند مواد مخدر محکوم شده است به افغانستان منتقل خواهند شد تا باقی دوران محکومیتشان را در کشور خود سپری کند. ایران اعلام کرده است که حدود 8 زندانی افغانستانی در های این کشور هستند که نزدیک به 95 درصد کل زندانیان خارجی را شامل می شوند. طالبان این حرکت را یک گام خوب در راستای همکاری دو جانبه توصیف کرده است. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که در ولایت لغمان کارزار برای جلوگیری از حمل سلاح بدون مجوز و تردد موترهای ششسی ها آغاز شده است. به گفته سخنگوی وزارت داخلی طالبان، این کارزار در تمام شهره لغمان برای اجرای فرمان حیبت الله رهبر طالبان در جریان است. طبق اعلامیه طالبان تمام مجوزها و نامه های قبلی برای حمل سلاح فاقد اعتبار شده است و از این پس مجوز حمل سلاح فقط از طریق مدیریت عمومی دایاک وزارت داخله صادر می شود. فرانسه در راستای حمایت از تغذیه مادران و کودکان در افغانستان مبلغ 3 میلیون یورو به برنامه جهانی غذا کمک کرده است. این کمک ها برای تأمین میان وده های سالم به بیش از 15 هزار دانش آموزی دختر و پسر در مکاتب ابتدایی افغانستان و همچنین روغن نباتی به 35 هزار دانش آموز در نظر گرفته شده است علاوه بر این بیش از 60 هزار کودک خردسال و ده هزار مادر باردار و شیرده از غذای مغذی ویژه بهرمن خواهند شد این کمک در شرایط باغرانی افغانستان و در زمانی که کمبود بودجه برنامه های حمایتی را مختل است به موقع تلقی شده است در ولایت نیمروز منابع صحیح اعلام کرده است که طی چند روز اخیر جسد نو مرد معتاد به مواد مخدر به بیمارستان ولایتی منتقل شده است این افراد از کمپ احتیاط شهر زرنج به بیمارستان منتقل شده است با گفته فرمانده امنیه ای طالبان در نیمروز این افراد بر اثر گروسنگی جان باخته است و هویت هفت نفر از آنها مشخص شده است مرگ و میر معتادان به مواد مخدر در نمروز به دلیل شرایط سخت زندگی و فقر غذایی بیشتر نیز گزارش شده بود برنامه بورسی تحصیل چیونینگ که از سوی بریتانیا ارائه شوند دوباره برای دانشجویان افغانستانی فعال شده است به گفته ای این برنامه نام برای بورسیه تحصیلی سال 2025 الی 2026 از دوم جنوری سال آینده باز خواهند شد بر اساس تغییرات جدید متقاضیان باید شهروند و مقیم افغانستان باشند این بورسیه در سالهای گذشته برای دانشجویان افغان به حالت تعلیق در بود اما اکنون برای افراد واجد شرایط در داخل افغانستان مجددا باز شده است ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به طالبان هشدار داده است که درخواست های اسلام آباد برای اقدام علیه گروه های تروریستی با ویژه طالبان پاکستانی تیتیپی را جدی بگیرند و اعلام کرده است که این گروه ها از افغانستان عملیات انجام میدهند و از حمایت طالبان افغانستان برخوردار هستند پاکستان تأکید کرده است که ناامنیها ها در این کشور به ویژه در ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا با تسلط طالبان بر افغانستان شدت یافته است طالبان اما گفتند که ناامنی در پاکستان به آنها ارتباط ندارند و حضور شبه نظامی پاکستانی را در افغانستان رد کرده است در ولایت هرات جشنواره گل زعفران با حضور کشاورزان تجار و مقام های محلی طالبان برگزار شد به گفته عامر اداره زراعت طالبان در حال حاضر حدود 9500 هکتار زمین در هرات زیر کشت زعفران است و بیش بینی میشوند تولید سال جاری به چیل تون برسند ولایت هیرات به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران افغانستان شناخته می شد و تولیدات آن در بسیاری از مناطق دنیا با کیفیت برتر شناخته می شوند با این حال تجار و کشاورزان از مشکلات همچون صادرات زعفران با نام کشورهای دیگر و نبود مراکز پروسس معیاری گلایه دارند طالبان در ولایت ننگرهار یازده نفر را که شامل یک زن می شوند بر روابط نامشروع محکوم به شلاق شدند این افراد در محاکم ابتدایی محاکمه و به سی تا سی ضربه شلاق محکوم شدند. اجرای مجازات های بدنی توسط طالبان اخیرا شدت گرفته است و اغلب در ملای عام انجام می شدن. در روزهای اخیر یک نفر دیگر نیز در ولایت یا به اتهام قتل در حضور مردم اعدام شد که این ششمین مورد اعدام علنی توسط طالبان پس از تسلل دوباره آن بر افغانستان است. کشاورزان و تجار زعفران افغانستان با مشکلات زیادی در صادرات محصولاتشان روبرو هستند زعفران افغانستان که به عنوان مرغوبترین زعفران جهان شناخته می شوند بیشتر در ولسوالی های غوریان پشتون زرغون زندجان و انجل هرات کشت می شوند اما عدم دسترسی به بازارهای جهانی و صادر کردن این محصول با نام کشورهای دیگر از مشکلات اساسی آن است در حال حاضر یک کیلو زعفران مرغوب افغانستان در بازارها حدود 80 هزار افغانی به فروش میرسند دولت طالبان تلاش دارند تا با رفع این مشکلات تولیدات زعفران افغانستان را به بازارهای جهانی برسند و نام افغانستان را در این حوزه تقویت کنند با تشکر از توجه شما دوستان گرامی تا این لحظه لطفا این کانال را حمایت کنید تا ویدیوهای دیگر و اخبارهای دیگر بدرود